عثمان ابن سعید عمری، اولین نائب امام زمان. سلام دوستان، به چنل خودتون یعنی سینا پادکست خیلی خوش اومدید. در این ویدیو قراره به سراغ زندگی نامه اولین نائب امام زمان شیعیان یعنی عثمان ابن سعید عمری برم، پس با من همراه باشید. مسئله مهدویت بدون شک یکی از خواندنی ترین و جنجال برانگیزترین موضوعات تاریخ ادیان خصوصاً دین اسلام بوده. مقوله مهدویت رو میشه بحثی به درازای تاریخ اسلام دونست. در طول تاریخ اسلام و تا همین الان هم صدها شخصیت بودند که ادعای مهدویت و منجی بشریت بودن رو داشتند که ما در چند پادکست در همین چنل به برخی از مدعیان مهدویت پرداختیم. مسئله مهدویت یکی از مهمترین مسائل تاریخ شیعه محسوب میشه و هرچه تاریخ شیعه جلوتر میره و تشیع بیش از پیش در تنگنا قرار میگیره، مهدویت هم در این جریان پررنگتر میشه و به صورت رسمی شیعیان در اوج دوران اختناق خود فرزند 11 امام خود حسن ابن علی عسکری رو به عنوان مهدی موعود اسلام معرفی کردند. یکی از مهمترین مسائل مربوط به مهدویت شیعه ماجرای غیبت امام زمان شیعیان و نواب اربعه امام زمانه. این ویدیو قراره به بررسی زندگی اولین نائب از نواب اربعه امام زمان شیعیان یعنی عثمان ابن سعید عمری بپردازه، پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ابو عمرو عثمان ابن سعید ابن عمرو اسدی عمری، متولد حوالی سال 195 و در گذشته سال 267 هجری از اصحاب امامان 10 و 11 شیعه و اولین نائب از نواب چهارگانه امام 12 شیعیان بود. عثمان ابن سعید به مدت 7 عهده‌دار مقام نیابت بود و پس از وی فرزندش محمد به عنوان دومی نائب امام زمان انتخاب شد. به گزارش کتاب تاریخ سیاسی غیبت امام 12 نوشته جاسم حسین، عثمان در زمان نیابت خود به بغداد رفت و در اون شهر و سایر شهرهای عراق وکلایی رو منصوب کرد که وجوهات شرعی رو از مردم اخذ می کرده و برای عثمان می فرستادن. در زمان نیابت وی شبکه مالی عظیمی در میان شیعیان ساخته شد که اموال شرعی شیعیان به صورت گسترده‌ای جمع‌آوری می‌شد و به دست وی می‌رسید. بنابر نقل منابع شیعه، امام زمان شیعیان به هنگام وفات وی نامه تسلیتی برای فرزندش محمد فرستاد و بعد از عثمان اون رو به عنوان دومین نائب خود انتخاب کرد. عثمان ابن سعید به گفته کتاب معرفت الرجال شیخ طوسی در خانواده ای شیعی متولد شد و از سن 11 سالگی ملازم 10 امام شیعیان علی ابن محمد هادی شد و در جوانی وکیل وی و همچنین وکیل حسن ابن علی عسکری بود. پس از درگذشت امام 11 وی از سامرا به بغداد رفت و در اونجا با نشان دادن توقیعی خود رو اولین نائب امام زمان معرفی کرد و عموم شیعیان هم با وی بیعت کردند و اون رو به رسمیت شناختند. به گفته شیخ طوسی در کتاب الغیبه، حسن ابن علی عسکری به نیابت عثمان ابن سعید پیش از وفات خود تصریح کرده بود. به گزارش همین کتاب وی فرزندش مهدی رو به 40 از اصحاب خود نشون داد و به اونها ابلاغ کرد که در طول غیبت مهدی اونها باید از عثمان ابن سعید عمری اطاعت کنند.
بنابر گزارشی هم که شیخ صدوق در کمال الدین بیان میکنه، گویا در دیداری با اهالی قم در دوران غیبت سقرا، مهدی موعود عثمان ابن سعید عمری رو به عنوان نائب خود و باب خود در میان شیعیان معرفی میکنه. همونطور که بیان شد، عثمان ابن سعید به علت سختگیری های مأموران دولتی عباسیان در سامرا و همچنین وجود دشمنان فراوان به بغداد مهاجرت کرد. به گفته جاسم حسین در کتاب تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، با اینکه سامرا پایتخت بود اما به دلیل وجود لشکریان عباسی که همواره مخالفان امامان شیعه بودند و عثمان ابن سعید هم میخواست سازمان وکالت رو به دور از چشم اونها رهبری کنه، پس در نتیجه به بغداد رفت و محل شیعه نشین کرخ رو مکان سازماندهی وکیلان امامی قرار داد. عثمان ابن سعید در مدت نیابت خود رهبری وکلای نواحی مختلف رو بر عهده داشت و امانات، وجوهات و هدایای مالی مردم رو جمع می کرد. وی همچنین به عنوان باب نامه های شیعیان رو به امام زمان می رسوند و توقیعات وی رو برای پیروان خود بازگو می کرد. یکی از وقایع مهم دوران فعالیت عثمان ابن سعید عمری، درگیری وی با جعفر ابن علی بود که شیعیان به وی جعفر کذاب میگن. در این زمان جعفر بیان میکرد که برادر من حسن عسکری هیچ فرزندی نداشته و من وارث وی هستم. عثمان ابن سعید هم به عنوان نائب امام زمان به مخالفت با وی برخاست و مدت زیادی از نظر عقیدتی و بحث‌های جدلی میان پیروان جعفر و یاران عثمان ابن سعید اختلاف شدیدی وجود داشت. در دوران نیابت عثمان ابن سعید، سه تن از وکلای سرشناس شیعه به نام‌های احمد ابن اسحاق، محمد قطان و حاجز ابن یزید و شاع از دست یاران عثمان به شمار می اومدند و کار ارتباط و نظارت بر سایر وکلای مناطق دیگه از جمله وکلای کوفه رو بر عهده داشتند. از نظر زندگی شخصی، به گفته برخی از منابع، عثمان ابن سعید یک تاجر بود که به خرید و فروش روغن و زیتون می پرداخت و از این جهت به وی سمان یا زیات می گفتند. برخی از شیعیان معتقدند دلیل این کار عثمان انجام دادن پوششی برای شک نکردن ماموران دولتی و فعالیت آزاد در رابطه با ماموریت هایی بود که امام زمان به وی می داد. عثمان ابن سعید دو فرزند به نام های محمد و احمد داشت که پس از درگذشت پدر، محمد ابن عثمان جانشین وی شد و به عنوان دومی نائب و باب امام زمان مشغول به فعالیت شد. عثمان ابن سعید عمری سرانجام در سال 267 هجری در شهر بغداد درگذشت و در محله الدرب در همین شهر به خاک سپرده شد. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. اگه از این پادکست خوشتون اومد، حمایت یادتون نره و پادکست رو برای دوستانتون شیر کنید. ضمناً میتونید در بخش دیسکریپشن یا توضیحات پادکست منابع این پادکست رو به صورت کامل ببینید و اگه دوست داشتید سایر ویدیوهای چنل رو هم ببینید و نظرات خوبتون رو برام کامنت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.